تا اینجا اطلاعات تئوری ما در این حد رسید که ما هر نوتی را بر روی پنج خط حامل میبینیم، تشخیص میدیم که اون نوت چه نوتی هست و جای دقیق اون را روی پیانو هم میشناسیم. حالا به قسمت وزن یا ریتم میرسیم. در این قسمت ما در این مورد میخوایم صحبت کنیم که این نوت مدت زمان اجراش چقدر هست، یعنی آیا اینقدر باید اجرا بشه یا هر اندازه دیگه ای. ابتدا توضیحی که در مورد وزن نوشته شده میخونیم: اندازه، امتداد، طول زمانی یا اصطلاحاً ارزش نوت میباشد. پس اون مدت زمانی که نوت اشغال میکنه و به خودش اختصاص میده اصطلاحاً در موسیقی میگن ارزش نوت. کلمه یه کشش یا دیرند هم به کار برده شده در این مورد. پس ارزش نوت از شکل نوت بر روی پنج خط حامل مشخص می‌گردد. پس این نوت ها وقتی که بر روی خط دوم حامل قرار می‌گیره نشون میده که صلح هست، ولی شکل خاصش که اینجا مثلا این شکل گرد هست، اینجا به شکل دیگه ای کشیده شده، مدت زمان اجرای نوت رو برای ما مشخص میکنه. حالا میخوام شکل های مختلف رو بشناسیم. اگر ما زمانی که یک نوت رو میخوایم اجرا کنیم با پا از بالا پا رو ببریم پایین و بیاریم بالا و این نوت رو در اون مدت نگه داریم، به این صورت مثلا این اندازه گیری ما به این شکل هست، این مدت زمان که این نوت اجرا شد ما این رو یک ضرب حساب میکنیم، یعنی یه واحدی در نظر میگیریم و یک ضرب این مدت زمان رو ما حساب میکنیم. حالا اگر نوتی به این شکل کشیده شد، اصطلاحاً به این شکل ما نوت گرد میگیم. نوت گرد نشان دهنده اینه که نوت باید چهار ضرب اجرا بشه، یعنی یک، دو، سه، چهار، یعنی به مدت چهار ضرب این نوت باید پایین نگه داشته بشه. خب اگر که نوت گرد را شما اومدین به این شکل یک دسته در کنارش کشیدین، اینجا نوت رو بهش میگن نوت سفید، دو ضرب باید اجرا بشه، یعنی نصف اون به این شکل، یک، دو، این نوت دو ضرب اجرا شد. و اگر این نوت سفید رو بیام داخلش رو پر کنیم بهش میگن نوت سیاه، نوت سیاه یک ضربه، یعنی به اندازه یک پا که بره پایین و بیاد بالا. در ضمن اگر نوت سیاهی حالتی به این شکل کشیده بشه بهش میگن نوت چنگ و مدت زمان اجراش هست نیم ضرب یا یک دوم ضرب، یعنی فقط در حد اینکه پا بره پایین و در موقعی که پا میاد بالا دیگه صدای چنگ قطع شده، یعنی دست ما روی کلید نیست. پس نوت گرد چهار ضرب، نوت سفید دو ضرب، نوت سیاه یک ضرب، چنگ هم یک دوم. حالا ما میخواییم اندازه های دیگه رو داشته باشیم، مثلا سه ضرب یا یک و نیم ضرب، اینجا میان و شکل دیگه یا استفاده نکردن که تعدد شکل ها نوازنده رو به دوچاره سردرگمی بکنه، اینجا میان و از یه فرمول جدید استفاده میکنن: نقطه هرگاه در سمت راست نوتی قرار گیرد به اندازه نیمی از ارزش آن نوت بدان می افزاید. به این شکل که نوت سفید دو ضربه، اگر یک نقطه
در سمت راست یا جلوی نوت سفید قرار گرفت، نیمی از ارزش سفید رو بهش اضافه میکنه، یعنی سفید دو ضربه، نقطه بهش یک ضربه اضافه میکنه، بنابراین نوت سفید نقطه دار سه ضربه اجرا میشه. نوت سیاه یک ضربه، اگر نقطه اومد جلوش نیمی از ارزش سیاه یعنی خودش یک ضربه، نقطه نصف اونو بهش اضافه میشه، یعنی یک و نیم ضرب میشه نوت سیاه نقطه دار. حالا اگر نوت گرد یه نقطه اومد جلوش چند ضرب میشه؟ گرد چهار ضرب، نقطه چقدر بهش اضافه میکنه؟ دو ضرب و مجموعاً شش ضرب میشه. خب پس تا اینجا ما هر نوتی را که ببینیم، مثلا در این قطعه موسیقی این نوت هست می دو ضرب، این نوت هست فا چهار ضرب، این نوت هست فا یک ضرب. پس ما دیگه مشخصات نوت را در هر دو بخشش میشناسیم و برامون قابل اجراست. نکته دیگه ای که در قطعات موسیقی وجود داره و نیاز به دانستنش ما داریم، سکوت هست یا رست. سکوت چیه؟ سکوت اون مدت زمانیه که شما در خلال اجرای یک قطعه هیچ نوتی را اجرا نمی کنید، منتها اون زمان هم کاملا تحت شمارش و حساب هست، یعنی نمیشه کوتاه‌تر از اون زمان سکوت کرد یا طولانی تر. من برای مثال یه قطعه کوچیکی میزنم، من در بین نوت هایی که اجرا می کردم مثلا یک ضرب می، یک ضرب فا، یک ضرب سل، بعدم یک ضرب یا دو ضرب، به اندازه کاملا مشخصی هیچ چیزی نمی زنم. به اون زمانی که ما هیچ چیزی نمی زنیم میگیم سکوت. بنابراین سکوت ها، شکل سکوت ها فقط نشان دهنده زمان هستند، یعنی در قسمت وزن برای ما زمان را مشخص میکنند و در برگیرنده یه هیچ نوتی اهم از دوره می فاسولاسی نیستن. این شکل یعنی یک مستطیل سیاه رنگ در پایین خط چهارم. شکل سکوت گرد هست که چهار ضربه. این شکل مستطیل سیاه در بالای خط سوم. در حالت معمولی سکوت سفید هست یعنی دو ضرب، و اگر نقطه بیاد جلوش میشه سه ضرب. این شکل جای مشخصی دیگه نداره. سکوت گرد و سفید به دلیل اینکه شکلشون با هم مشترکه در زیر خط چهارم گرد میشه و بالای خط سوم سفید، ولی سکوت سیاه این شکل رو داره که در وسط پنج خط رسم میشه و نشون دهنده سکوت سیاه یعنی یک ضرب. اگر یک نقطه در مقابلش قرار گرفت باز یک و نیم ضرب میشه و سکوت چنگ هم این شکل رو داره، حالت شش فارسی تقریبا کشیده میشه. خب ما الان میتونیم یه قطعه موسیقی رو در نظر بگیریم که شامل نوت‌های مختلف اهم از مثلا دوی سیاه، سل سفید، می چنگ، فای سفید نقطه دار، سکوت سیاه و نوت‌های مختلف باشه. بنابراین در یک قطعه موسیقی میتونن انواع نوت‌ها با انواع کشش‌ها و در ضمن سکوت ها هم میتونه در بین اونها جای داشته باشه. ما
منتها قطعه های موسیقی را میان دسته بندی میکنن به این صورت که در یک قطعه موسیقی خط های میان به صورت عمودی میکشن بر پنج خط و نوت هایی که در اون قطعه قرار داره در دسته های کوچک تقسیم بندی میکنن. این دسته ها کاملا با هم از نظر مدت زمان مساویان. من این مثال رو روی این آهنگی که اینجا نوشته شده آهنگ نوایی میزنم. مثلا این نوت دو ضربه، این هم دو ضرب میشه چهار ضرب. اینجا اومدن با یه خط میزان این چهار ضرب رو جدا کردن. نوت بعدی خودش چهار ضربه، پس برای به تنهایی توی یک دسته قرار میگیره و دوباره خط میزان کشته میشه. به همین ترتیب تمام این میزان ها چهار ضرب نوت درونش قرار داره. حتی میزان بعدی که در خط بعد قرار داره چهار تا سیاهه که میشه چهار ضرب و این میزان باز یک نوت گرده ولی میشه چهار ضرب. حالا ما چرا به اینا میگیم میزان؟ خب اینا با هم مساوی هستن کاملا. پس یه تعریفی از خط میزان و میزان داریم. خط میزان خطی از عمود بر پنج خط حامل که نوت ها را از نظر طول زمان به دسته های مساوی به نام میزان تقسیم می کنند. بنابراین میزان تقسیمات مساوی یک قطعه موسیقی است. پس میزان یا میزور قسمتیه که ممکنه چهار نوت یا حتی یک نوت یا حتی یک سکوت درونش قرار داشته باشه ولی از نظر زمان با میزانهای بعدی کاملا مساویه. این خط هم خط میزان هست منتها در حالت نرمال. گاهی این خط به صورت دولا خط میاد یا دابل بار لاین که یه نکته خاصی میخواد در وسط آهنگ به ما تذکر بده. گاهی این خط به این صورت میاد که علامت ریپیته یا تکرار، یک خط ضخیم، یک نازک و دو نقطه روبه داخل. و گاهی هم به این شکل که این هست خط پایان یا فاینال بار لاین. حالا میزان ها را ما متوجه شدیم که دستبندیه که یه تعداد مشخصی نوت از نظر زمان درونش قرار میگیره. اگر زمان نوت هایی که درون یک میزان قرار داره جمعاً سه ضرب بشه مثل این نوت، یک دو سه ضرب، در این میزان هم سفید نقطه دار یعنی سه ضرب، به این قطعه میگن قطعه سه چهارم یا سه ضربی. اگر چهار نوت درون میزان باشه به این شکل یک دو سه چهار و در این میزان هم یه نوت گردی یعنی چهار ضرب، به این میزان میگن چهار چهارم یا چهار ضربی. این علامت سی علامت اختصاریه که گاهی به جای کسر چهار چهارم از این علامت استفاده میشه. میزان های دو چهارم یا دو ضربی، سه چهارم یا سه ضربی و چهار چهارم یا چهار ضربی میزان های ساده محسوب میشن. و میزان های دیگه هم داریم مثل شش هشتم، شش شونزدهم و و و میزان های مختلف که میزان های ترکیبی محسوب میشن و در ابتدای کار از اون میزان ها استفاده کمتری میشه. در ابتدا ما اکثرا با میزان های ساده کار خواهیم کرد. تا اینجا شما نوت ها را هم براتون قابل تشخیصه و از نظر صدا و از نظر وزن کاملا مشخصات نوت را میدونید. در اینجا تئوری ما نسبتا کامل شده. نکات دیگه ای که برای تئوری نیاز باشه در حین اجرای درس ها فرا خواهیم گرفت و پس از این شروع میکنیم به اجرای موسیقی.
نشستن پشت ساز اهمیت بسیار زیادی داره، هم از این نظر که یه نوازنده ممکنه ساعت ها بخواد نوازندگی کنه و اگر خوب ننشینه یا خوب دستاش و انگشتاش حرکت نده، خستگی که درش به وجود میاد اجازه یه کار رو بهش نمیده. و نکته دوم، چشم نواز بودن یک نوازنده هست. یعنی همونجور که قطعه شما باید گوش را نوازش بده، فرم اجرای شما هم باید از نظر منتقدان مورد ایراد نباشه. نکاتی که عرض میکنم خواهش منم دقت کنید. وقتی که شما پشت ساز مینشینید باید پاهاتون کاملا صاف باشه، خیلی راحت نشسته باشید، بدن کاملا صاف، این شونه ها رو یه وقت بالا نگیرید، کاملا رها باشه شانه ما، دستمونم صاف باشه، قسمت مچ مخصوصا این قسمت و انگشت از این قسمت باید بشکنه، از اینجا اشتباهه، چون اگر شما انگشتتون از اینجا بشکنید جایی برای حرکت نداره، ولی دست وقتی به این شکل کاملا میتونه حرکت کنه. قسمتی از انگشت که ضربه به کلیدهای پیانو میزنه این قسمت انگشته، یعنی ما به این شکل ضربه میزنیم نه به این شکل، این اشتباهه، دست بعد به این شکل قرار داشته باشه. بدن از حالتی که کاملا صاف هست یه مقداری با زاویه خیلی مختصری رو به جلو خم میشه تا ما سوار بر سازمون باشیم. وقتی که ما پشت ساز می نشینیم به هیچ وجه تکیه به پشت نمیدیم. عموما اگر دیده باشید پیانوها هیچ وقت صندلی پشتش قرار نداره، همیشه نیمکتی به صورت چهار پای مانند هست و پشتی اصلا نداره. بنابراین موقع اجرا ما روی یه قسمتی از جلوی چهار پای یا اون نیمکتی که برای ساز تعبیه کردیم می نشینیم، بدن را از حالت صاف یه مقدار به جلو خم میکنیم و موقع اجرا باید تمامی 10 انگشت ما روی ساز باشه. این شکل اشتباهه، این شکل اشتباهه، این حالت اشتباهه. حتی اگر انگشت اول شما از ساز بیرون باشه اینم اشتباهه. باید تمامی انگشتان، حالا در دست راست به این شکل، در دست چپ هم به این شکل، تمامی انگشتان روی ساز قرار داشته باشند. اگر شما به این حالت پشت ساز نشستید کمترین خستگی را برای شما خواهد داشت و مدت زمان خیلی زیادی میتونید ساز بزنید بدون اینکه انگشتان شما تواناییشون کم بشه. پس امیدوارم که با توجه به این نکاتی که بنده عرض کردم بشینید پشت ساز و آماده این بشیم که در قسمت بعدی اجرای پیانو را شروع کنیم.